مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن. گفتیم که عقد بر دو قسمه، یکی عقد دائم هست که عقد دائم از ویژگی‌هاش این هست که حتما با طلاق فسخ میشه و منتفی میشه و از بین میرود و حتی با مرگ هم عقد از بین نمیره. یعنی بعضیا تصور میکنن که اگر کسی رو به ازدواج خودشون، خانمی رو به ازدواج خودشون درآوردن از آقایون، وقتی این آقا یا اون خانم میمیره، بعضیا از این بی‌سوادا و جاهلا میان میگن که آقا مثلا این به شوهرش دیگه محرم نیست. طلاق که نگرفتن، مرگ عقد را فسخ نمی کند. اینا همچنان زن و شوهرن، اگرچه بمیره یکیشون فرق نمی کند، همچنان با هم زن و شوهرن. بعد گفتیم که طلاق فسخ کننده یه عقد دائمه، مهر هم حتما باید در عقد دائم باشه. البته رو مهرش فقها ها صحبت کردن، شرایطی رو گذاشتن که اونها رو توضیح دادیم، نمیخوایم وارد اون بحث بشه. گفتیم عقد نوع دوم عقد غیر دائم هست. فرقش با عقد دائم این هستش که نیاز به طلاق نداره، یک زمان محدودی داره، به خلاف عقد دائم که عقد دائم زمانش نامحدوده تا مرگ. یعنی مرگ دیگه این زن و شوهر رو از هم جدا میکنه، و یا طلاق زن و شوهر رو از هم جدا میکنه. جدایی مرگ به نامحرمیشون نمی انجامه، اما طلاق باعث میشه که این دوتا به هم نامحرم بشن. در عقد غیر دائم عرض کردیم که طلاقی در کار نیست، یک مدت زمان محدود داره، مدت زمان به خلاف عقد دائم نامحدود نیست بلکه محدوده. یعنی این که یک زمانی مشخص میشه، یک مهری هم مشخص میشه و باید این دو مشخص میشه. بعد که مهر و زمان، یعنی زمان منقضی شد، خود به خود این دو دوباره به هم نامحرم میشوند و اون میتوانه بره ازدواج دیگری بکنه. اون آقا، اون خانم هم بعد از نگه داشتن عده با شرایط خاص به خودش میتوانه بره شوهر دیگری رو اختیار کنه. میان مجلسم بیا ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم. میان مجلسم بیا. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. آیه مبارکه 23 سوره نساء که در جلسات گذشته در بحث ازدواج اون رو تلاوت کردیم و خیلی سریع معنای اون رو بیان میکنیم، چون وقتمون بسیار کم هست و بحثی رو تحت عنوان ازدواج غیر دائم در این جلسه خواهیم داشت، باید به اون بپردازیم. لذا خواهش میکنم که آقایون و خانوم ها
به دقت این بحث رو گوش کنن و معنای آیه، که انشاءالله با این آیه شریفه خیلی کار داریم و باید که مطالبی از این آیه شریفه برای ما روشن بشود. در آیه 23 سوره مبارکه نساء می‌فرماید که و زنان شوهردار بر شما حرام هستند، هیچ گونه رابطه ای نمی توانید با اونها داشته باشید، حتی صحبت کردنهای خلاف عرف به هیچ عنوان، مگر در حد عرف باشه، کاری که در جامعه مرسوم هست، مگر آنها را که مالک شده اید، که اینها رو توضیح دادیم، یعنی زنان شوهرداری که اینها کنیز بودن، شوهر داشتن، در جنگ ها وقتی که به اسارت در می آمدن اسارتشون در حکم طلاق اونها بود. اینها احکامی است که خداوند متعال بر شما مقرر داشته و زنان دیگر غیر از اینها که گفته شد برای شما حلال می باشد. یعنی زنانی که عرض به خدمتتون این که زن شوهردار نباشه، شرایط دیگه هم که در بحث گذشته گفتیم نداشته باشه، که اینها با اموال خود آنها را اختیار کنید در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری بکنید و زنانی را که متعه می نمایید مهر آنها را واجب است که بپردازید. متعه را تعریف کردیم، یعنی عقدی که زمان مشخصی داره، پس از پایان زمان خود به خود فسخ میشه، نیاز به طلاق نداره، حتما باید زمانش مشخص باشه و الا اگر زمان این عقد مشخص نشود قطعا این به عقد غیر دائم، به عقد دائم تبدیل خواهد شد، از غیر دائم به دائم تبدیل خواهد شد، باید زمانش مشخص بشه و مهرم حتما داشته باشه و این عقد عقد غیر دائم هست که نام دیگرش متعه هست. و زنانی را که متعه می نمایید مهر آنها را واجب است بپردازید، مگر اینکه خب عرض کردیم که اینا مهرشون رو ببخشن و گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه با یکدیگر توافق کرده اید. یعنی اگر مصالحه کردید با اون خانم، توافق بر سر هر چیزی که کردید، اون توافق از نظر شارع مقدس محترم هست، پس بر شما باکی نیست نسبت به آنچه که با یکدیگر توافق کرده اید بعد از تعیین مهر. خداوند متعال دانا و حکیم است. بحثی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم در زمینه عقودی که در اسلام هست در مسئله ازدواج. گفتیم که عقد بر دو قسمه، یکی عقد دائم هست که عقد دائم از ویژگی‌هاش این هست که حتما با طلاق فسخ میشه و منتفی میشه و از بین میرود و حتی با مرگ هم عقد از بین نمیره. یعنی بعضیا تصور میکنن که اگر کسی رو به ازدواج خودشون، خانمی رو به ازدواج خودشون درآوردن از آقایون، وقتی این آقا یا اون خانم میمیره، بعضیا از این بی سوادا و جاهلا میان میگن که آقا مثلا این به شوهرش دیگه محرم نیست. طلاق که نگرفتن که، مرگ عقد را فسخ نمی کند، اینا همچنان زن و شوهرن، اگرچه بمیره یکیشون فرق نمی کنه، همچنان با هم زن و شوهرن. بعد گفتیم که طلاق فسخ کننده یه عقد دائمه، مهر هم حتما باید در عقد دائم باشه، البته رو مهرش فقها صحبت کردن، شرایطی رو گذاشتن که اونها رو توضیح دادیم، نمیخوایم وارد اون بحث بشه. گفتیم عقد نوع دوم عقد غیر دائم هست، فرقش با عقد دائم این هستش که نیاز به طلاق نداره، یک زمان محدودی داره به خلاف عقد دائم که عقد دائم زمانش نامحدوده تا مرگ، یعنی مرگ دیگه این زن و شوهر رو از هم جدا میکنه، و یا طلاق زن و شوهر رو از هم جدا میکنه، جدایی مرگ به نامحرمیشون نمی انجامه، اما طلاق باعث میشه که این دوتا به هم نامحرم بشن. در عقد غیر دائم عرض کردیم که طلاقی در کار نیست، یک مدت زمان محدود داره، مدت زمان به خلاف عقد دائم نامحدود نیست بلکه محدوده، یعنی این که یک زمانی مشخص میشه، یک مهری هم مشخص میشه و باید این دو مشخص میشه، بعد که مهر و زمان، یعنی زمان منقضی شد، خود به خود این دو دوباره به هم نامحرم میشوند و او میتوانه بره ازدواج دیگری بکنه، اون آقا اون خانومم بعد از نگه داشتن عده با شرایط خاص خودش میتوانه بره شوهر دیگری رو اختیار کنه.
در اینجا گفتیم مشترکاته. دقت بکنید خواهش میکنم، خوب به این مطلب دقت کنین، خانوم ها هم دقت کنن، هر کسی که صدای ما رو میشنوه و تصویر ما رو داره به هر نحو. یکی از مهمترین مشترکات عقد دائم و غیر دائم این مطلبه که داریم عرض میکنیم و اون خوندن صیغه هست. صیغه عبارت از الفاظی است که برای، یعنی در واقع بهتر اینجور تعریفش کنیم، خیلی جالب، صیغه عبارت است از الفاظی است که در ظاهر امر برای محرمیت دو فرد به کار میره. خوب گوش کنید، در باطن امر یکی از کارهایی که صیغه انجام میده، در باطن امر یکی از کاراش ایجاد علقه، ایجاد علاقه و رابطه بین یکدیگر هست. این رو باطنن صیغه انجام میده، خوندن اون صیغه. این صیغه یکی از مشترکات عقد دائم و غیر دائم. یعنی چه در عقد دائم شما باید صیغه بخونی، چه در عقد غیر دائم باید صیغه بخونی، فرقی نمیکنه. این از مشترکاتش. حالا چیزای دیگه هم از مشترکاتش هست، فعلا مورد بحث ما نیست. مواردی هم پیرامون این قضیه خدمت شما عرض کردیم. بحثی که امروز داریم در خدمت عزیزان تحت عنوان این موضوع هست که مخالفین عقد نوع دوم ما که عقد غیر دائم هست چه کسانی هستند؟ در جامعه اسلامی آیا همه مسلمان ها امروزه به عقد غیر دائم معتقدند؟ جواب خیر، همه معتقد نیستند. چه کسانی معتقد نیستن؟ مهمترین گروهی که در مسلمان ها، بین مسلمان ها به عقد غیر دائم معتقد نیستند امروز اهل تسنن هستند. برادران اهل تسنن. رو چه جهاتی؟ حالا اینو عرض می‌کنم. عنوان بحث ما اینه که آقا مخالفین عقد غیر دائم رو اول ما بشناسیم که چه کسانی هستن و دلیل مخالفتشون چی؟ این خیلی مهمه. بعد اون وقت بریم سراغ بقیه بحث، که بقیه بحثمون طبعا این خواهد بود که موافقین عقد غیر دائم کیا هستن و دلایل اینها هم برای این قضیه چی. این هم یه بحثیه. بعد اون وقت نتیجه گیری بکنیم که کاربردهای عقد غیر دائم در چی هست و در کجاها مورد سوء استفاده قرار گرفته. این هم یه بحثیست. اینا رو در ادامه انشالله مطرح خواهیم کرد. یک صلوات بلندی بفرستید تا این بحث رو با این موضوع انشاءالله تقدیم بکنیم خدمت. گروه اول از مخالفین عقد غیر دائم دشمنان خداوند متعال هستند. اینا خیلی موضوعات مهم میسا و باید ما یادداشت داشته باشیم اینا رو. ببینید نتیجه ای که میخوایم میگیریم بر اساس این یادداشت ها و نوت هایی است که ما برمیداریم. دشمنان خداوند متعال، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، اینها اولین گروه مخالفین عقد غیر دائم هستن، یعنی عقد موقت. اینا مخالفن. البته تو پرانتز داشته باشید، نمیخوایم بگیم همه مخالفینی که ما میخوایم برشماریم اینا همه دشمنان قرآن و اسلام و اینها هستن، نه، میخوایم بگیم مخالفین اول کیا هستن و دلیلشون چیه. خب حالا یه عده دشمنان اسلام و دشمنان قرآن و دشمنان خدا و پیغمبر، دشمنان تشیع گروه اولن، دلیل بر نمیشه حالا اینا با هم مشترکاتی داشته باشن. نه، حتما اینطور نیست، همه مشترکاتشون مثلا یکی باشه به یه تعداد. دلیل اینها چیه؟ دلیل گروه اول خیلی مشخص، صهیونیست امروزه میخواهد تشیع نباشن، میخواهد مسلمانهای واقعی نباشن. چندین راه که چه عرض کنم، ده ها، صد ها، هزاران طریق و راه رو در نظر گرفته برای اینکه بتوانه به اهداف خودش برسه. شما میدونید تنها قدرتی که امروز ما در دنیا باهاش مقابله داریم میکنیم و مواجه هستیم، قدرتی که در واقع داره ما رو مورد آزار و اذیت داره قرار میده،
عملیات ایزاییش زیاد هست، زیادتر از هر گروهی هست، من به شما عرض میکنم عقیده شخصی من همینه، فقط صهیونیست ها هستن، نه آمریکاست، نه روسیه است، نه چیز. آمریکا هم تحت سلطه صهیونیست ها هست. صهیونیست ها به ظاهر یک کشوری دارن به نام اسرائیل، کشور کوچکی گرفتن، قصف کردن اونجا رو و فلسطینی ها رو عده زیادشون اخراج کردن، عده شون نگه داشتن فلان و روز به روز دارن اینا رو میکشن و به اصطلاح نسلشون رو منقطع میکنن و اینا، کاری نداریم. ولی در واقع امر دنیا رو اینا در عناوین مختلف، در ابعاد مختلف، به انهای مختلف در قبضه قدرت خودشون در آوردن. ظاهرا مظلوم نمایی میکنن، در باطن تمام مراکز قدرت جهانی رو، سازمان ملل، انرژی اتمی، سازمان نم، عرض به خدمتتون این که شورای امنیت، خود آمریکا، ژاپن، نمیدونم کشورهای از این دست، تمام اینها به نوعی زیر سلطه صهیونیست است. حتی من به شما بارها اینو عرض کردم، خود پاپ هم صهیونیست، خود پاپ. حالا قبلا من صحبتای تو این زمینه ها کردم، شما مراجعه بکنید، متوجه نشدید بعداً حضوری، شفاهی، کتبی اینها مراوده داشته باشید، با بنده من خدمتتون عرض میکنم که به چه صورت پاپ رو هم اینها خریدن و پاپ هم صهیونیست. ما مواجه با چنین افراد خبیثی هستیم. اینها راه‌های گوناگونی برای از بین بردن مسلمان‌ها، مخصوصاً دایره وسطی مسلمان‌ها تشیع دارن. اون یکی از راه‌های مهم اینها در واقع این هست. سوای راه‌های دیگه دارن، اقتصادی، نظامی، سیاسی، عرض بخواد عقیدتی فلان، یکی از راه‌هاش اینه. به هر نحوی که شده باید نسل مسلمان‌ها در اولویت اول، در اولویت بعدی نسل شیعه باید منقرض بشه، به هر صورتی که شد. و برای این کار دارن خرجهای زیادی دارن میکنن ها. یعنی اگر موارد این بحث مخارج اینها بشیم و هزینه هایی که اینها دارن میکنن، همش هم با پول نیست دا، هزینه هایی که غیر از هزینه های مادی، هزینه های فکری، یعنی اتاق های فکر برای این قضیه تشکیل داد. خب شما تصور میکنید که بهترین راه برای انقراض نسل مسلمان ها و نسل شیعه چیه؟ شما بودین چه راهی رو پیشنهاد میکردید؟ به جای صهیونیست ها بودین چه راهی پیشنهاد میکردید؟ میخواستین نسل یک نسلی رو نسلن منقرضش بکنید، از بین ببریدش. من به شما عرض بکنم که اون چرا که روانشناسان میگن، جامعه شناسان میگن، کسانی که در رشته های تحصیل کردن و متخصصن و مربوط به این قضیه هستن، اونها دارن بیان میکنن و همچنین شارع مقدس داره بیان میفرمایند، بهترین راه برای انقراض نسل مسلمان ها و انقراض نسل شیعه ترویج زناست. تموش. من نگاه میکردم در بین روایات، دقت بکنید، اگر زنا در جامعه اسلامی ترویج پیدا بکن، زنا چی هست؟ زنا عبارت هست از ایجاد ارتباط نامشروع. ارتباط نامشروع یعنی چی؟ ارتباط نامشروع یعنی ارتباطی که مبتنی بر هیچ کدوم از این عقودی که عقد دائم و عقد موقت که ما عرض کردیم مبتنی بر هیچ کدوم از این دوتا نباشه. من خواهش کردم خوب توجه بکنید، مخصوصا آقایون محققینی که در مجلس حضور دارن، خوب نسبت به این قضیه توجه داشته باشید. رابطه نامشروع عبارت هست از این هست که رابطه‌ای که مبتنی بر هیچ کدوم از عقود ما در ازدواج، یعنی عقد دائم و عقد غیر دائم نباش، این میشه رابطه نامشروع. چه کسی با چه کسی این رابطه رو برقرار کنه؟ دو فرد نامحرم با همین رابطه رو برقرار بکنه، یعنی میتوانن با هم ازدواج بکنن، اما مسیر ازدواج رو دور بزنن، کنار بگذارن، بیان عرض به خدمت که مبتنی بر این دو عقد عمل نکنن، بیان با هم رابطه برقرار کنن. این رابطه از صحبت کردن اینترنتی و تلفنی و
مکاتبه اینها به رابطه نزدیکتری بیانجامه که اینها همدیگر رو ببینن و دست همدیگر رو ببینن، با همدیگه در مکانهای حضور به هم برسونن. این کم کم از اینها شروع از اینجا شروع میشه. ولذا اصلا ببینید در احادیث ما در شارع مقدس از همون ابتدای امر به نوعی این رابطه رو از همون ابتدای امر زنا دونستن. یعنی میگه زنای چشم، زنای گوش، زنای دست، زنای پا، اینا رو هم رو بزن. فقط این نیستش که اینها بیان عمل زنا رو انجام بدن، نه، اینها هم شارع زنا دونسته. گیرم اینها رو مقدماتی دونسته برای اینکه رسیدن به نقطه‌ای که اینها به کاری دست بزنن که حالا بعضی از عواقبش رو ما خدمت شما عرض بکنیم. این رابطه نامشروع، یعنی زنا عبارت است از ایجاد رابطه نامشروع بین دو فرد نامحرم که مذکر و مؤنث باشن. اگر هر دو مؤنث باشن بهش نمیگن زنا، بهش میگن لواط. اگر هر دو مذکر هم باشن که باید تبریک گفت به کشورهای اروپایی که صدر اعظم یک کشوری به خاطر لواط کردن وزیر امور خارجش با یه فرد دیگه و ازدواج این دوتا علناً در پشت تریبون روشو به هم میگه رو به اینا تبریک میگه. ببینید دنیا واقعا دست چه افراد فاسد و هرزه و اهل فحشایی افتاده، چقدر کثافت شده دنیا، چقدر این دنیایی که اینها دارن داریم عرض میکنیم که اینها رو علنی کردن. بین دو مذکر و دو مؤنث اینو بهش نمیگن زنا، بهش میگن استراحاً لواط، که اون از زنا هم بدتر هست و عقوبت‌های سنگین دنیایی و آخرتی خدای تعالی براش مشخص کرده که حالا در جای خودش مورد بحث ما نیست. پس این تعریف زنا شد، ایجاد ارتباط نامشروع بین دو فرد مذکر و مؤنث که مبتنی بر مسائل شرعی و عقود اسلامی نباشه. عواقب زنا چی هست؟ من در بین روایات و احادیث میگشتم که جمع آوری بکنم، وقتمون رو نگیریم، حوصله‌مون هم سر نرسد به این بحث. اون چی که از پیامدهای زنا در جامعه به وجود میآید مخصوصا در جامعه اسلامی، چرا انگشت میریم جامعه اسلامی؟ برای اینکه جامعه اسلامی مورد مؤاخذه میخواد قرار بگیره، یعنی ادعا میکنه که موحد هست، اعتقاد به خدای واقعی و پیامبر واقعی و منزل الله دارد، خدا هم از اون توقع داره. اونا که نه، اهل کفر و کافر و شرک و اینا هستن که خدای تعالی باشون کار نداره، اصلا دنیا رو چهار لنگه درش باز در اختیار اینا قرار داده، گفته که آقا هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم، بعدا ما خدمتتون میرسیم، دنیا مال شما باشه. ولی برای مؤمنین چنین چیزی رو در نظر نگرفته. گفت که یک کسی خواب دید یک کسی دیگر رو که اهل هیچ چی نبود، نه نماز، نه روزه، نه عبادات، نه فلان، و همان گفت چطوری؟ گفت بابا من که به تو گفتم تو عالم برزخ این خوابش دید. گفت چه خبر از اونجا؟ در جواب گفت من که به تو گفتم همه حرفا که آخوندا بالا منبر می‌زدن همش دروغ بود، دیدی من بهتم گفتم؟ ای بابا تو گفتم گوش نمی‌کردی فلان اینا. گو یعنی نه نمازی که هیچ، نه سوالی هم کردن تو قبل، نه فلان کردن، نه تو برزخ، نه سوال نکیر و منکر، نه اینا میاد. این حرفا چی تو ما گفت؟ همش دروغ بود. گفت بچی شو، گفت ما رو مستقیم بردن تو جهنم بدون سوال و جواب و هیچ راحت. حالا یه وقت بحث کافر و مشرک و ایناست، دنیا برای اینا در نظر گرفته شده که عرض بخدمت استفاده هاشون رو ببرن. در نهایت فما له فی الاخرت من نصیب، از آخرت ذره ای اپسیلونی نصیب اینا نخواهد شد. خب این مال جامعه اسلامی مخصوصا انگوش میذاریم روش. در جامعه اسلامی زنا چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ من جمع کردم تا حدودیش. قتل نفس، از بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب انسان ها، ترک تربیت کودکان. حالا تازه اینا احادیث ها، من سراغ روانشناسا نرفتم و سراغ جامعه شناسا نرفتم. ببینید چقدر جالب هست اینها. ترک تربیت کودکان. چهارم، تباه شدن موضوع ارث و میراث. پنجم، انقطاع نسل. یعنی نقطه عطف این قضايا همین چیزی که داریم انگوش میذاریم روش، انقطاع نفس، یعنی قطع شدن
انقطاع نسل، قطع شدن نسل، پاچیده شدنش از هم دیگه. ششم باید ظاهرن باشه که داشتیم شما راشو میشمردیم، ترک سله ارحام. چون در زنا اگر فرزندی به هم برسه که نمیاد بگه که من کیاکه هستم، زنازاده هستم، بله حالا میخوام برم مثلا عمه رو ببینم. هیچ کس حاضر نیست او رو ببینه و با او ارتباط رحمی داشته باشه، اگرچه رحمش هم به نوعی مثلا به حساب. از عواقبش آبرو را میبرد، مرگ را شتاب میبخشد، روزی را میبرد. روزی یادتون باشه اگه یاد داشت کسی میکنه، روزی دو نوع کلی هست، که روزی نوع اول که خدای تعالی به همه میده، یکی روزی نوع دوم ما بهش میگیم روزی ثانویه، اینجا منظور روزی ثانویه است. حسابرسی سخت و دقیق و خشم خدای تعالی رو به دنبال داره، جاودانگی در آتش رو براش سرد کردن، جلوی روزی را میگیرد. اگرم روزی کسی داشته باشه، خوش روزی باشه، این عمل جلو روزیشو میگیره. فقر به بار می آورد. فقر هم میدونین چند دسته هست، فقر مادی هست، فقر معنوی هست. برکت را میبرد، اساس خانه را ویران میکند، تعجیل در زمین لرزه و زلزله می نماید، پیش آمدن زلزله رو به جلو می اندازه. کسی که این کار رو انجام میده شریک شیطان هست، و در حدیث دیگری آورده که اگر معتاد به این امر هم بشه، مثل یک بت پرست در نزد خدای تعالی هست. اینا عواقب زنا در جامعه اسلامی است. حالا ببینید چند تا نمونهش هم من برای شما بخونم، میخواییم چه نتیجه از این بحث بگیریم. دقت بکنید، در وسائل و شیعه ابواب و نکاح باب یک از امام سجاد علیه السلام، حضرت میفرمایند که مردی خدمت امام سجاد علیه السلام شرفیاب شد، گفتش که من به دام زنان بد و هرزه گرفتارم، زنان هرزه منو رها نمی کنند و منم خودم خواستم با اینها رابطه دارم. یک روز زنا می کنم و روز دیگر برای کفاره گناه هم روزه می گیرم. جریان من به چه صورتی یا ابن رسول الله؟ حضرت فهمود که هیچ چیز نزد خدای تعالی محبوبتر از اطاعت خالص بدون گناه نیست. تو نه زنا بکن و نه روزه بگیر. عجب حدیثی است. کاش مدرسین قرآن ما که در این مجلس حضور دارند خیمه میزدن روی این حدیث. یک بحث های عجیبی از دل این حدیث بیرون میاد. من سرفصل های این بحث ها رو خدمتتون عرض میکنم. در هر مجلسی هستید میتونید راحت با مقداری تحقیق ازش یک بحث قشنگ بسازید و ارائه کنید این بحث. حضرت میفرماید نه زنا کن و نه روزه بگیر. آنگاه امام باقر علیه السلام او را کنار کشیده و دستش را گرفت و فرمود، مجلسی بوده که امام سجاد علیه السلام حضور داشته، فرزند گرامیشون امام باقر علیه السلام هم بوده. میگه اما وقتی که پدر گرامیش این فرمایششون تموم شد، حضرت دست این مرد را گرفت کشید کنار. چی بهش فرمود؟ این خیلی جالبه. یک صلواتی محبت کنید تا براتون عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت بهش فرمود ابازنه. ابازنه رو اونجا معنی کردن که در ترجمه این حدیث آیت الله مشکینی رحمت الله علیه ترجمه فرموده که ابوزنه یا ابازنه به میمون میگن.
به خاطر شهرت داشتن این حیوان به زناست. حالا این خودش تفصیلی داره که مورد بحث ما الان نیست. حضرت با این خطاب او رو مخاطب برادن، چون خودش گفت من اهل این کار هستم. بعد این جمله عجیب رو حضرت بهش فرمودن. حضرت فرمودن پیشه دوزخیان داری، یعنی کار اهل جهنم رو داری انجام میدی و طمع در بهشت بسته ای. طمع به بهشت خدا داری، کار دوزخیان رو داری انجام میدی. اصلا این دوتا به هم میخونه. چی از این فهمیدید که عرض کردم میتونه سرفصلهای خوبی داشته باشه؟ امروزه خیلی پیش خیلی ها شاید این حرف رواج پیدا کرده که دوتا نقطه، آقا من نمازم رو میخونم، چادرم سرم نمی کنم، بیهجابی سر جای خود، نماز خدام سر جای خود، من نماز برای چی بخونم؟ برای چی برم چادر سر بکنم؟ قلبم پاک هست، بس، خدا به قلب پاک نگاه میکنه. من میرم زیارت امام رضا میکنم، چادرم سرم نمیکنم، زیارتم سر جای خود، امام رضا قربونشم برم، نوکرشم هستم، نمیخوامم چادر سر کنم. شما هم هر چی میخوای به من بگی بگو، هر چی جایگاه خودشو داره سر جای خودش. حضرت خیلی قشنگ داره جواب این مطلب بیان میکنه، داره به نوعی به همه بدحجابا که زیارت حضرت رضا علیه السلام کربلا، مکه، تو خود مکه دست از بیهجابی و بدحجابی برنمیدارن که عربام اونجا ما رو مسخره میکنن، به تمام اونایی که زیارت حضرت معصومه و جمکران و میرن سه شنبه ها جمکران تا نصف شب نمیخوابن اونجا، ولی موهاشون رو مردای غریبه میبینند، و به همه اونایی هم که میگن آقا برای چی این کارو با بکنیم، قلبت پاک باشه. حضرت ببینید چه فرمایشی قشنگی داره ها. میفهمد تو نه بد حجابی کن و نه زیارت برو. من دارم جمله رو بر اساس جمله حضرت دارم بنا میکنم و نه اینکه اینو حضرت اونجا بیان کرده. یه جمله حضرت فهموده ولی جملهش همه اینا تو دلش. تو نه بد حجابی کن نه زیارت امام رضا برو. هیچ کدوم. تو نه بد حجابی کن نه جمکران برو. تو نه بد حجابی کن نه احیا برو. تو خیابون گلیم بنداز بشین، اوهو اوهو گریم بکن، موهات هم همه پیداست، یه آرایش خیلی ملس هم کرده، شب احیام این کار رو انجام داده. ببخشید من این واژه ها رو به کار میبرم برای اینکه گاهگداری نیاز هست بین بس از این واژه هم استفاده بکنیم، همچین بدم نیست که شاید بشینه اون معنای واقعی این کار زشتی که اینا انجام میدن تو ذهن آدم بنشین. حضرت بعد امام باقر چی میفهمد؟ امام باقر میفهمد تو داری میری بدحجابی میکنی، پیشه دوزخیان داری، یعنی کار اهل دوزخ رو داری انجام میدی، بعد میگی قلبم پاکه، طمع در بهشت خدا وزیم، قلبت پاکه، گور بابا قلبت کرده، قلبت خدا موقع چی کنه؟ اعمال تو رو خدای تعالی میخواد. این همه آیه در باب اعمال در قرآن اومده، کل نفس به ما کسبت رهینه، تو در گرو عمل خودت هستی نه در گرو قلب خودت که پاک باشی یا نجس باشی یا چی. بعدم قلب نجس و پاکو کی تعریف میکنه؟ چگونه داری تعریف میکنی؟ این یک حدیث بسیار زیبا. امام باقر علیه السلام فرمودن در همون آدرسی که دادم باب 31، حضرت فرمودن، امام باقر علیه السلام فرمودن در کتاب جدم امیرالمومنین علیه السلام دیده ایم که پیغمبر فرمود هر وقت پس از من زنا رواج یافت، مرگ ناگهانی فراوان می شود. اوورد سکته مغزی و قلبی، اوورد پی در پی، و خودمونم موندیم که چرا اینجوری میشه. بعد همچه میگه ما که اهل این کارا نیستیم. بله ما اهل این کارا نیستیم، ولی وقتی به ما میگن آقا تذکر بدید، یک منبری رو دعوت کنید بالای منبر، بد حجابی رو تو چشم مردم بیاره، مردم از عواقب این کار و عواقب زنا جوانها رو بترسونه، میگه آقا ول کن منبری، بذار من برم چهار تا حدیث بخونم، برم دنبال کارم، کار دارم.
امر به معروف رو ترک کردید شما. وقتی ترک کردید فرمود چون ترک کردید تمام اینها را ما میذاریم به پای این که به اعمال این گروه راضی هستید، با اعمال زناکارا راضی هستید، همه رو با هم مجازات میکنیم. این عین روایت، عین حدیث در باب امر معروف و نهی از منکر تو میزان الحکمه بگردید زیلش بیارید ببینید هست یا نیست. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمودن در همون آدرسی که دادم، فرمودن که زناکار شش کیفر ببیند، سه تا در دنیا سه تا در آخرت. نگید شما اینا رو ما برای کسی که به زناد معتقده یا گرفتاری و مبتلا هست اینا رو بگیم میخنده، نه، بگید فرمایش ائمه، این رو یادگار از من داشته باشید، از خودتون بگید ممکنه مردم بخندن، بگو امام صادق علیه السلام فرموده من به چشمای خودم دیدم و به این گوشام شنیدم. تا گفته شده شقیترین افراد که جلوت وایستدن از نظر معصیت و بدکاری یهو زانواش لرزیده سوز شده و تأثیر درش گذاشته. نگید بی تأثیر اینها، نترسید. امام صادق علیه السلام فرمود زناکار شش تا کیفر ببینه، سه تا در دنیا سه تا در آخرت. کیفر دنیاش حضرت فرمود از دست دادن نور صورت هست. صورتشو که میبینی خوشت نمیاد، اون نور عرفی رو که بعد توش داشته باشه نداره. دوم تنگ دستی هست. تنگ دستی نه اینکه پولدار نیست، هرچی میزنه به جایی نمیرسه، هرچی هم دنبال مال هست باز به جایی نمیرسه. سوم مرگ زودرس هست. اینا عقوبات دنیایش. سه تا مال آخرته. حضرت محمود غضب پروردگار، سختگیری در حساب و عذاب ابدی است برای شخص زناکار. بعد در همون وسائل و شیعه ابواب و نکاح خدای تعالی به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد. حالا حضرت موسی معصوم، پیامبر اولوالعزم هم هست، 5 تا پیغمبر بین 124 هزار پیغمبر انتخاب شدن، یکیشونه. اینو داره به در میگه که دیوار بشنوه. میفرماید زنا نکن که تو را از مشاهده انوار جمال خود محجوب کنم، یعنی پردهی بکشم دیگه نبینی، و درهای آسمان برویت ببندم تا دعایت به ملکوت اعلا نرسد. طرف زنا اگر بری اینها رو داره برات. خب بحثمون این بود که عرض کردیم یکی از راه‌های دشمنان اسلام برای اینکه بخوان مبارزه بکنن با اسلام و تشیع چیه؟ اینه که بیان آقا نسل مسلمان‌ها و نسل مخصوصاً شیعیان رو منقرض بکنن. از چه طریقی؟ از طریق زنا. خیلی راحت این نسل منقرض میشه. ولذا شبکه‌های ماهواره‌ای درست می‌کنن براش. شبکه‌ای هم درست می‌کنن، خیلی جالبه، مسئول این شبکه یه شبکه جدید درست کردن که اسم فارسی هم روش گذاشتن. شبکه‌ای درست کردن که مدیرش خیلی جالبه مصاحبه کرده، تو همین نشریه یا همین مؤسسه هم مصاحبهش رو چاپ کردن، بگیرید مطالعه بکنید. اونجا برگشته گفته که ما معتقد به خدا و رسول هستیم، ما به امامانمون اعتقاد داریم، به اصولمون اعتقاد داریم، با صهیونیست‌ها مخالفیم، هم ال هستیم بل هستیم. چقدر از خودش تعریف کرد. اصلا این مصاحبه رو شما بخونی بدون تحلیل وقتی بخونی واقعا پشت سر این آدم نماز می‌خونی، میگه خدا پدرت می‌مرزه این شبکه ماهواره‌ای درست کرد. بعد محتوای این شبکه ماهواره‌ای چیزی به غیر از ترویج و تشویق به زنا در پنهان قضیه نیست. بعدم تبلیغات میکنن که میلیون ها نفر بازدید کننده داره، حالا دروغ هم میگن البته. در ایران مثلا ما دارم چندین ده میلیون بازدید کننده از این شبکه رو داریم و بیننده داریم، و شما بیان یکیش باشیم ببینیم که خانواده از هم پاچیده بشه، چند سال دیگه اثری از خانواده شیعه نباشه. این
یکی از دشمنان در واقع ما حالا اینجور میگیم مخالفین عقد موقت، عرض کردیم دشمنان خدای تعالی، دشمنان اسلام و تشیع هستن، از راههایی هم که ترویج میکنن و تبلیغ به عناوین مختلف، کتاب، سیدی، نوار، کلاس، کلاس‌های عرفانی که الان تو بالا شهر خودمون گذاشتن خیلی جهات، یکی از کارهای این کلاس‌های عرفانی، یکی از کاراش ترویج به زناست، اما نه به صورت علنی ها. نیایید به من هجمه بکنید آقا این چه حرفی شما میزنید، ما رفتیم طرف نماز میخون خیلی چی میکرد ولی کلاس عرفانی فلان گذاشته. عرفانی هایی که توش صحبت از ائمه نیست، مندراریه، یکی از کاراش ترویج به زناست. بیایید من قشنگ براتون اثبات میکنم، هیچ بحثی نیست، اما راه داره، خیلی هم بلدن اینا. اینا عرض کردیم یک، اینا مخالفین عقد موقت، یکیشون اینها هستن. دوم، از مخالفین که خیلی شدید مخالف این قضیه بوده، یعنی مخالف شده حالا به هر دلیلی و بر این مخالفتش از دنیا رفته و امروز مریدان بسیار زیادی، حداقل بگیم مثلا یه چیزی حدود شاید مثلا در حدود 1 میلیارد مثلا یه خودی کمتر حالا مرید داره در روی کره زمین در این قضیه مخصوصا، حالا خود کمتر مثلا 600-700 میلیون اینجورا، خلیفه دوم هست عمر ابن الخطاب، ایشون مخالف سرسخت عقد موقت بوده. دقت بکنید، حالا یادتون باشه که یه حدیثی رو ما در اول، معذرت میخوام، یک در واقع میشه گفت حدیث، حالا روایت گیرم از خلیفه دوم نقل شده، غلط هم نیست، حالا چون ما حدیث رو همیشه اینجور تو ذهنمون هست که الان تا بگیم حدیث خیال میکنم از ائمه خودمون میخوایم نقل کنیم، نه، روایتی است از عمر بن الخطاب خلیفه دوم. اینو مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه از تفاسیر مختلف قرطبی یا قرطبی، فخر رازی، کنز العمال، البیان، التبیین حاجز، معذرت میخوام، التبیین جاهز و در کتب دیگر مفصل نقل شده، به نحوی که دقت بکنید اینو داشته باشید، ممکنه ما در این جلسه هم نتونیم این بحث رو تمام بکنیم، رو این قضیه میخوام یه خیمه ای بزنید و تمرکز داشته باشید. این روایت رو متواترن نقل کردن، یعنی در بین اهل سنت گمان نمی کنیم کسی باشه که این روایت رو قبول نداشته باشه. ایشون در اول کتاب عقد موقت خودش، یک کتابی داره به نام عقد موقت، مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه، میگوید که از عمر ابن الخطاب متواترن خبر داده اند، متواترن یعنی خیلی روایت شده ازش این مطلب، که او گفته است متعتان کانتا علا عهد رسول الله و انا انها انهما و اعاقب علیهما متعت الحج و متعت النساء، که ما اینو خوندیم، دو سه رقم هم این روایتش آمده، ما یه رقم دیگرش هم خوندیم، که عمر گفته که در زمان رسول خدا دو گونه متعه، یعنی یکی متعه حج، یکی متعه، متعه یعنی هم عقد موقت، متعه حج و متعه نساء بود، من جاری بود در زمان پیغمبر، من اکنون آنها را ممنوع کرده و بر انجام آنها کیفر میدهم، متعه حج و متعه نساء. خب اینو یادتونه که ما هم خوندیم اول بحثمون، چی میخوایم از این برداشت داشته باشیم؟ اینو عمر گفت، خلیفه دوم، اوایل خلافتش هم نگفت، یعنی در زمان پیامبر این مطلب جاری بود، هر دو نوع عقد جاری بود، هم عقد دائم جاری بود، هم عقد موقت، در زمان ابوبکر هم این دو نوع عقد جاری بود، هر دوتاش، در زمان خلافت عمر هم این دو نوع عقد جاری بود، اواسط یا اواخر خلافت عمر داستانی رو نقل میکنن، مطلبی پیش آمد، عمر یهو خیلی چیزها رو عمر بنیان گذاشت، گفت آقا من اینا نمیخوام، زمان پیغمبر اینجوری بوده، من نمیخوام اینجوری باشه، اینجوری بکنیم، یکیش هم این مطلب بود. حالا اینها داستانی رو نقل کردن در کتب که عمر از این کار خوشش نیومد، اما علتهای دیگری هم داشت برای این قضیه، غیر از اون داستانایی که خود اهل سنت نقل کردن علتهای دیگری هم داشت، حالا اون سر جای خودش قابل بحث هست. خب این کار رو عمر انجام داد،
در کتب مختلف دقت بکنید بحث پیرامون این گفتار عمر خیلی مطرح هست. اهل سنت آمدن بعد از اینکه عمر این گفتار رو داشت و این گفته رو داشت، اهل سنت آمدن در مجالس مختلف، در زمانهای مختلف، در خلافت عثمان، بعد از عثمان، در زمان خلافت عرض به خدمتتون که معاویه لعنت الله علیه، در زمان خلافت بعد از معاویه یزید ابن معاویه و همینجور برو تو بنی العباس هم، از بنی امیه بریم تو بنی عباس، اینها دائما در مجالس و زمانهای مختلف اینها آمدن بحثهایی رو مطرح کردن. چکیده این بحثا این بود، اینو خوب گوش کنید تا یه زیربنایی بشه برای قسمت دوم این بحثمون که میخواییم داشته باشیم در جلسه آینده. یک، اینها عنوان کردند که این مطلب یعنی آیه شریفه که ما خواندیم آیه 23 این سوره مبارکه است. این آیه 23 اینها میگن که اصلا پیرامون عقد موقت نیست، که اینو ما توضیح دادیم در جلسه اول، گفتیم هر کس این عقیده رو داره با دلیل اثبات کردیم که اشتباه است. دو، گفتن آقا جان این عقد موقتی که در زمان پیغمبر بوده قبول داریم درسته، بوده، نسخ شده. این رو هم ما جواب دادیم در جلسه اول. خیلی جالبه که اینا آمدن دیدن که اینه که گفتن نسخ شده، یه زمان دیگه بوده، عده‌ای از صحابه اومدن این کارو انجام دادن. حتی ما میخونیم بعدن جزء این کسانی که اینها صحابه میدونن معاویه ابن ابی سفیان هم عقد موقت انجام میداد. خب اینها گیر کردن، گفتن آقا دو بار نسخ شده، بعد دیدن بار سومی هم پیدا شده، گفتن سه بار نسخ شده. در روایات مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه آورده که تا 7 اینها گفتن این آیه نسخ شده، هی در زمانهای مختلف گفتن نسخ شده، نسخ شده، نسخ شده، عرض به خدمتتون که و گیر کردن که چیکارش بکنن، آوردن نسخشو هی مجدد و مکرر کردن، گفتن آقا 7 همین آیه نسخ شده. بسیار، اینم ما ثابت کردیم تو اون قسمت اول بحث که اصلا این آیه نسخ نشده، ناسخی نداره. سوم، آمدن گفتن که آقا این بوده، نسخ هم نشده، تا زمان عمر بوده، عمر اجتهاد کرده، آقا خلیفه رسول الله بوده، مجتهد که بوده که اجتهاد کرده، ایشون گفته آقا تا این زمان هم حلال بوده، نداره، ما اجتهاد کردیم. این رو هم جوابش خیلی واضح روشنه که خب پیغمبر وقتی این مطلب رو بفرماین حرامون الی یوم القیامه است، حلالشون هم حلالون بله الی یوم القیامه است. کسی نمیتونه حرام پیغمبر رو حلال یا حلالش رو حرام بکنه. بنابراین اجتهاد در مقابل نص اصلا باطل و مردود. چهارم، آمدن گفتن که آقا این در زمان پیغمبر انجام میشده، خود پیغمبر در چند جا رو البته در روایت نقل کردن که در یکی از این جاها که نقل میکنن پیغمبر دیگه حرامش کرده، گفته از این تاریخ به بعد کسی حق نداره انجام بده. این رو هم مرحوم علامه عسکری در کتاب خودش که عرض کردیم کتابیست به نام عقد موقت، بسیار کتاب جالبیست، تمام روایات اهل تسنن این مرد زحمت کشته جمع کرد. یکی از دشمنی هایی هم که وهابیت امروز با این مرد داره و با کتاباش، حالا ایشون که مرحوم شد به رحمت خدا رفت، هنوز با کتابای ایشون داره سر همین قضیه است که ایشون فقط تحقیقاتش تو زمینه حدیثی روایی و در بین اهل سنت بود، هر چی روایت بود از اهل سنت جمع میکرد، از تو کتب مختلف اینا. چه حوصله خدا به این مرد داده و چقدر این مرد زحمت کشیده در این زمین، هر چی روایت در این زمینه بوده تقریبا جمع کرده همه رو، مهمترینش رو تو اون کتاب خودش آورده، اونجا ذکر کرده که آقا پیغمبر در زمان پیغمبر این مطلب حرام نشده، چرا؟ به این دلیل. روایاتی رو نقل کرده که بعد از زمان پیغمبر این قضیه همچنان برقرار بود. اما ما میخواییم اینجا یک مطلبی بگیم تا این حالا مبنا قرار بدیم. دقت در گفتار عمر بکنید که ما چند تا ایراد از این گفتار گرفتیم، اونا سر جای خود بماند. یک مطلب خیلی مهمی تو این گفتار در جواب کسانی که گفتن در زمان پیغمبر دو عقدی که خداوند برای پیغمبر آورده بود که مسلمون ها
یکی از این دو عقد رو میتونن انجام بدن و به محرمیت همدیگه در بیان، یعنی ازدواج بکنن با طرف مقابل خودشون، آقایی با خانوم، خانومی با آقا، اینها میگن که آقا یه دونه از این عقدا در زمان پیغمبر باطل شد و اونم عقد دوم بود، عقد غیر موقت، عقد غیر دائم، عقد موقت. دقت در این گفتار عمر شما بکنید، یک مطلب خیلی جالبی به دست میاد. عمر خودش در این گفتار که حدی این گفتار رو تمام اهل تسنن قبول دارن، یک بیانی داره، خیلی بیان واضحه. میگوید متعتان دو تا متعه، کانتا علا عهد رسول الله، میگه هر دوتا در زمان پیغمبر بوده. بعد میاد میگه که انا انها انهما و اعاقب علیهما، یعنی در زمان پیغمبر این عقدهای دائم، مخصوصا این دو عقد متعه حج و متعه نساء، عقد غیر دائم مخصوصا اینو، عقد عرض به خدمتتون که غیر دائم رو اینجا داریم ما صحبت کنیم، عقد دائمو که حالا اونم صحبتی نداره، این عقد غیر دائم که عقد موقت باشه، او میگوید که در زمان پیغمبر با این حرفش، ببین عبارت مخالفش این، در زمان پیغمبر این باطل نشده، رسمیتش از بین نرفته. اگر رسمیت این عقد در زمان پیغمبر از بین رفته بود، عمر به جای این کلام میگفتش که آقا نیازی نیست من بگم عقوبت میکنم شما رو و من بر شما اینو نهی میکنم، شما رو از اون نهیتون میکنم. چی میگو؟ میگو آقا عقد غیر دائم در زمان پیغمبر نازل شده، آیش همونجا پیغمبر باطلش کرده، گفته آقا دیگه از این بعد انجام ندید، شما هم حق ندونید انجام بدید، من به عنوان خلیفه پیغمبر فرمایش پیغمبر رو به شما یادآوری میکنم و پای این حرف پیغمبر وایسادم. عمر همچین حرفی نزد، گفت این مطلب در زمان پیغمبر بوده. دقت بکنید تیکه دومش رو، زمان این مطلب هم ادامه داشته، از انا انها انهما و اعاقب علیهما معلوم میشه که یعنی تا زمان من هم این مطلب جریان چی داشته. پس این حرفی که اهل سنت میزنن بالای قبرستان بقی، بالای سر قبور تو قبرستان بقی هم افغانی های فارسی زبان ما اونجا وایستادن، میگن که آقا این چه کاری شیعه انجام میده و بین شیعه هستش که عقد غیر دائم ترویج داره و این کار مثلا عرض بخواهد مساویس با زنا هستش، پیغمبر حرام کرده. نه، خود عمر داریم که پیغمبر حرام نکرده بوده، اگر پیغمبر حرام کرده بود عمر نمیگفت من نهی میکنم، من عقوبت میکنم و کیفر میدم، میگه در زمان پیغمبر بوده الان من نهی میکنم. خب چرا اگه زمان پیغمبر بوده و اون موقع نهی شده، عمر باید بگه که آقا این عقد بوده، پیغمبر هم نهی کرده، کسی هم الان حق نداره انجام بده، اصلا خود ابوبکر هم نمیذاش مردم انجام بدن. این حرف از دل این روایت خیلی واضح در میاد، خیلی واضح در میاد به نظر من. این میرسانه که چی؟ میرسانه که این حرف اهل سنت هم باطله، یعنی ما عقد غیر دائممون که خداوند نازل کرده در سوره نساء آیه 32 در زمان پیغمبر باطل نشده، پیغمبرم راجع به باطل بودن عقد صحبتی نکرده بلکه جایز دونسته، در زمان خلیفه اول هم بوده، ابوبکر هم به این مطلب معتقد بوده و جایز هم دونسته، در زمان عمر هم جریان داشته، سر یک جریانی که اهل سنت داستانی نقل میکنن از اون تاریخ گفته از این تاریخ بعد من اینو نهیش میکنم، بقیه این که حالا اجازه داشته نهی بکنه در جلسه اول جنار توضیح همه رو داد. خب دومین کسی که مخالف عقد موقت هست پس عمر ابن الخطاب هست، از مخالفین عقد موقت که ما داریم بررسی میکنیم و گفتیم هم به چه صورت. سومین گروه رو هم من عرض بکنم، تمام کسانی که در زمان حکومت عمر اینها این مطلب رو از او شنیدن به واسطه نهی شدیدی که عمر کرد و تهدیدهای شدیدی که کرد، نسل اولیه و مستمعین در زمان خلیفه دوم به قدری ترسیدن که دیگه کسی نتونست وقایع رو در زمان پیغمبر بگه و همین اعتراض رو به عمر بکنه که این متعتان کانتا علی عهد رسول الله پس یعنی چی؟ اصلا کسی نتونست بگه، چون عمر در روایات متواتر و مختلف
که روایتشو همه رو جمع کردن و اهل سنت خودشون اینا در صحیحین هم دارن، میگه که من اگه کسی رو پیدا کنم که این عقد رو انجام بدهد، سنگسارش میکنم و در بین سنگها دفنش میکنم. دائما هم این رو تکرار کرد و مردم ترسیدن، مسلمانان ترسیدن. چند نفر بودن نه، حالا بعداً عرض میکنین که جز موافقین این کار بودن و نترسیدن، یکیش ابن عباس بوده، حالا عرض میکنین میریم جلو. سومین گروه این گروه مردم بودن که تبعیت 100% به خاطر ترسشون از عمر داشتن. و دیگه چه گروهی تو همین گروه سوم؟ گروهی که به عنوان نسل جدید بعد از زمان خلیفه دوم پا به عرصه وجود گذاشتن. اینها وقتی پا به عرصه وجود گذاشتن، مثل سنیایی هستن که الان توی سرزمین حجاز عربستان پا به عرصه وجود میذارن. نه کتاب علامه امینی میبینن، نه کتاب علامه عسکری میبینن، نه تفسیر علامه طباطبایی میبینن، نه کتابهای شیعه میذارن اینها بخونن چیزی. از صبح بلند میشن، هر اون چی که وهابیت به اینها تلقین میکنه و تعلیم میده یاد میگیرن، تا شب شب میخوابن، خواب وهابیا رو میبینن تا صبح. دور صبح بلند میشن، میشه 60 سال 70 سالشون، میمیرن همونجا دفنشون میکنن. اصلا وقایع یه وقتایی نمیذارن این وقایع به اینها برسه، با محدودیت هایی که برای اینها قائل میشن. اینها گروه سومی بودن مثل همین هایی که الان هستن، که اینا نسل جدید آمد با این طرز تفکر که عقد موقت در زمان پیغمبر باطل شده، با این طرز تفکر بزرگ شدن اینها و رشد پیدا کردن و لذا شدن اهل تسنن کنونی. تا اینجا رو داشته باشید، اینها مخالفین عقد موقت بودن. حالا چرا اینها مخالفت کردند و تحلیلی راجع به این قضیه و نتیجه که از این قضیه میگیریم انشالله در جلسه آتی روش صحبت میکنیم به لطف الهی. و اون نتیجه مهمی که میخوایم بگیریم اون قابل اهمیت هست که انشالله دوستان باید برای این قضیه حتما آماده باشن و در جلسات حضور داشته باشن و بحث ما رو دنبال بکنن، تا انشالله بتونیم با همدیگه اون نتیجه کلی رو داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. مهدی بیا، 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 مهدی بیا. گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر